دوستا عزیز، کسایی که به آمریکا آمدن، مهاجرینی که افغان هستن یا غیر افغان هستن، هر کسی که هستن در آمریکا، فرصت های کار خیلی زیاد هست. هم اگر میخواین کار کنین و اگر میخواین کاروبار خود را شروع کنین، بزنس خود را شروع کنین. کسایی که میخواین کار کنن، چند چیز خیلی مهم است باشن. اول، ورک پرمیت یا اجازه کار خیلی مهم است که داشته باشین. دوم، سوشل سکیوریتی کارت خیلی مهم است که باید شما داشته باشین. سوم، شما باید بانک اکانت داشته باشین. و چهارم، شما باید سی وی داشته باشین. اگر میخواین سی وی معیاری بنویسین، شما میتونید ویدیوهای قبلی ما رو ببینین، طریقی سی وی نویسی را و هم اشتباهاتی را که مردم انجام میتن، ما ویدیو جور کردیم، در ویدیوهای قبلی ما ببینین، خیلی موثر هست. این چند سند خیلی مهم است که با شما باید داشته باشین. اگر این سند داشته باشین، شما در بخشای ساختمانی میتونین کار پیدا کنین، در بخشای فابریکات مختلف میتونن که کار پیدا کنن. درجه فابریکا به خیلی زیاد هست، در بخش تولیدات هست، بخش لبنیات هست، استور هست، بخش پروسس هست، بخش های انتقالات هست، ترانسپورت هست، بخش های دریوری هست. در این بخش ها شما میتونن که به خود وظیفه پیدا کنن. بخش های رستوران هست، رستورانات های بسیار خوبی در اینجا هستن، از افغان های ما هستن، از خارجی هست، شما میتونن که وظیفه بگیرین. هتلداری هست، گست هاوس هست، بخش های سیاحت هست، بخش های خدماتی هست، تلکامیونیکیشن هست، بخش های مخابرات، سیستم های مخابرات اینجا بسیار خوب است. در این بخش ها هم به کارمان نیاز دارن. در کل روزانه به هزارها موقف خالی اعلان میشه. شما اگر همی اسناد داشته باشین، میتونین که به آسانی صاحب وظیفه شوین. افغانه ما که بیرون از کم رفتن در ظرف یک ماه تانستن که به خود کار پیدا کنن. این خیلی مهم بود دوستان عزیز که ما با شما شریک کردم. و حتی کسایی که تازه به آمریکا آمدن، اتاق تجارت با همکاری دولت آمریکا اردوشان مشترکن به نام هایر اور هیروز، یک وبسایت جور کردن، اپلیکیشن جور کردن که کسایی که در اینجا هستن، در کمپ هستن، بیرون از کمپ هستن، میتونن که اسنادهای خود ثبت کنن. از این طریق به خود میتونن که وظیفه پیدا کنن. در اینجا اتاق تجارت و سرمایه گذاری یا اتاق تجارت و صنایع اینجا خیلی فعال هست، با مردم خیلی همکاری میکنن، خصوصا با افغانایی که آمدن خیلی زیاد همکار هستن، کوشش میکنن که به زودترین فرصت برشان جای کار ایجاد کنن. اگر شما میخواستن که بزنس خود شروع کنن، در اینجا فرصت های بسیار خوبی وجود داره. اول، در قدم اول، خود اتاق تجارت و صنایع آمریکا با شما همکاری میکنه تا نظریات شما را فند کنه یا پروموت کنه و یا هم اسپانسر برش پیدا کنه تا بتونین همی ایده های خود را خودتان تطبیق کنین توسط یک اسپانسر، کسایی که حمایت مالی میکنن. این موضوع خیلی مهم است. اگر خودتان امکانات مالی خوب داشته باشین، بدون همکاری اتاق تجارت صنایع آمریکا میتونین کاروبار خود شروع کنین. فرصت های شغلی و کاری خیلی زیاد هست. و اگر نیاز داشتین که دیگه سازمان ها هم همکاری با شما کنه، در اینجا سازمان هایی هست که با مهاجرین مشخصا کار میکنه، بزنس هایی که توسط مهاجرین ساخته میشه یا ایده هایی که توسط مهاجرین دیولپ میشه، امی سازمان هایی که در بخش مهاجرت کار میکنن، فن میکنن تا این بزنس های خرد و کوچک با پای خود استارت شون، رشد کنن، پیش برن. در اینجا حکومت امریکا و سازمان های دیگه خیریه امریکا خیلی همکار هستن تا سکتور خصوصی رشد کنن. فلیاز، اگر شما بزنس ایدیا دارین، منتلیتی بزنس دارین، تشویش نکنین، شما میتونین کاروبار خود شروع کنین. و خوشبختانه ما هم در اینجا ستل شدیم، کارهای ما هم بسیار خوب پیش میره. ما در بخش های کسایی که میخوان در امریکا کار کنن یا بزنس خود را آغاز کنن، با تیمای مختلف کار میکنیم. انشالله که خبرهای خوشی را با شما داریم. چنل یوتیوب ما را تعقیب کنین و سابسکرایب کنین. در این چنل یوتیوب ما تمام موضوعات را درج میکنم که سبب موفقیت شما شود. ما اگر در هر جا باشم مهم نیست، ولی مهم این است که ما در مورد شما فکر میکنم. قلبم، فکرم در افغانستان هست، به مردم افغانستان میتپم، فکر میکنم، به خاطر رشدشان فکر میکنم. و میفهمم که اوضای بسیار بد سر ما آمده، ولی این اوضاع را باید مدیریت کنیم. بازم خواهش میکنم که ویدیو را به همه دوستاتان شریک کنیم.